نه از اینو میخوایم بریم با هم دیگه آش خیلی خوشمزه درست کنیم، آش اناره که تصمیم گرفتیم بیایم تو حیات آمادش بکنیم. یه سری مواد اولیه میخواد که تو دسترس هست، راحت میتونید تهیهش بکنید. بریم جلو که بهتون بگم چی هست و چجوری درست میشه. مرحله اول اینه که روغن رو بریزیم توی ظرف و بذاریم که داغ بشه. روغن که داغ شد دیگه باید پیاز رو بریزیم داخلش، خرد کنیم. خرد نه، سرخ کنیم. ببخشید. باید یه مقدار پیاز رو تف بدیم تا جایی که نرم و طلایی بشه. بعد پیاز دیگه نوبت لپه که بهش اضافه بکنیم. اینم لپه که بریزیم و با پیاز یه تفتش بدیم. لپه هم در حد یکی دو دقیقه تف ببینن کافیه. بعدش دیگه باید آب جوش بهش اضافه بکنیم، بذاریم یه مقدار بمونه و لپه بپزه. بعدش دیگه مراحل بعدیشو میریم جلو. 10-15 دقیقه که لپه داخل آب جوشید دیگه بستش و اینجوری بهش بلغور گندم رو بعد اضافه بکنیم و بعدش هم برنجی که خیس کردیم از قبل. دیگه این الان تقریبا کاری نداره تا یه پلوشه یه رو 20 دقیقه دیگه باز درش رو باید بذاریم و به ایز زمان بدیم که بمونه به اندازه همون زمانی که بهتون گفتم تا اینا بپزه کامل داخلش. فقط آتیشش هم من باید بیشتر کنم که بتونیم شعله بیشتری داشته باشیم. به به، الان دیگه آماده است که مواد دیگه شو بهش اضافه بکنیم که سبزیشه. یه هم میزنیم که خوب سبزی با موادی که داخل قابلم هست مخلوط بشه. اینطوری بعدش باید آب انار رو بهش اضافه بکنیم که آب انار اگه بهتره که حتما خودتون گرفته باشین و آب انار طبیعی باشه. اینم گلپر، یه مقدار فلفل سیاه، تخم گشنیزه، اینم که نمک. تا دیگه آش داره آماده میشه و حالا میشه گفت دقایق آخرش هم هست، میایم اینجوری براش نعنا داغ درست میکنیم. روغن میذاریم داغ بشه، نعنا خشک اینجوری میریزیم توش و هم میزنیم که نعنا داغمون رو درست کنیم براش. دیگه الان تقریبا یه ساعت و نیم دو ساعتی گذشت و دیگه آماده است که بریم سراغ اضافه کردن باقی موادی که لازم داره. گوشت چرخ کرده گرده که حالا همون گوشت قلقلی هم بهش میگیم، اینو میریزم داخل آش. تمام. یه دوتا قاشق ربع انار غلیظ، اینم از این. دیگه بعدش هم که نعنا داغ بهش اضافه میکنم. یه همی هم میزنیم که ربع انار قشنگ داخل آش باز بشه و گوشت هم که قبلا سرخ شدن فقط در حد دیگه نیم ساعت دیگه آش حرارت ببینه همه چی آماده است و دیگه میتونیم بریم برای کشیدنش. به به. دیگه آماده است و حسابی جا افتاده، میخوایم بکشیمش توی ظرف. این از آشمون. برای روش هم میتونین پیاز داغ بریزین یه مقدار و یکم اناری که دون کردیم. پیاز داغش هم ریختیم. اینم انار دون شده که میتونین همینجوری چند تا بریزین داخلش. تمومه.